هر جزا تعلق به عمل است. مردی بود که مردم را قرض می داد و یا با آنها با طور نسیه معامله می کرد و به غلامش که مال او را از مردم جمع می کرد می گفت. هرگاه به نزد قرضدار رفتی که چیزی بای پرداخت بدهد لیکن آن را نداشت و از پرداخت آن ناتوان بود، از او درگذر به این صورت که یا به او فرصت بده و در پرداخت قرضش با فشاری و سخت نیست و یا آنچه دارد بر عوض قرضش قبول بکن، هرچند کمتر از قرضش باشد. شاید وقتی ما از بندگان الله درگذشتیم و بر آنها آسان گرفتیم، الله سبحانه و تعالی ما را ببخشد. چون آن مرد می دانست که الله سبحانه و تعالی نیکی بنده به بنده را مطابق عملشان جبران نموده جواب می دهد و اجر و ثواب نیکوکاران را ضایع نمی کند. پس وقتی که آن مرد از دنیا رفت، الله سبحانه و تعالی را در حال ملاقات کرد که از گناهش درگذشت و این جبران رحمت و شفقت وی به مردم و خوشرفتاری و آسانگری با آنها بود، اگر چنده عملی نیک انجام نداده بود، چون که او به الله سبحانه و تعالی گمانی نیک داشت و به بندگان الله نیکی نمود. الله سبحانه و تعالی از گناهش درگذشت، زیرا پاداش هر عمل از جنسی عمل می باشد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. پس نیکی نمی آید مگر به سبب نیکی. نیکان در دنیا همان نیکان در آخرت هستند. اهل منکر در دنیا، آنان اهل منکر در آخرت هستند. پس هر پاداش از خودی عمل است. پروردگار به هیچ کس ظلم نمی کند، همچنانه که الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: آیا جزای نیکوکاری جز نیکوکاری است؟ سوره رحمان آیت 60. آنی که نیکی می کند، الله سبحانه و تعالی به او نیکی می کند. آنی که سعی کوشش دارد، الله سبحانه و تعالی آن را زیاده می کند. آنه که دیگران را عفو می کند، الله سبحانه و تعالی او را عفو می کند. آنه که عیب یک مسلمان را می پوشد، الله سبحانه و تعالی عیب او را در دنیا و آخرت می پوشد. آنه که به کار افتادگان آسان می گیرد، الله سبحانه و تعالی او را در دنیا و آخرت آسان می گیرد. آنه که غم اندو یک شخص مؤمن را برآورده می گرداند، الله سبحانه و تعالی غم اندوی او را در آخرت برآورده می گرداند. آنه که در غم برآوردن حاجت یک برادرش باشد، الله سبحانه و تعالی حاجت او را برآورده می گرداند. آنه که به بندگان الله رحم می کند، الله رحمان به آنها رحم می کند. الله سبحانه و تعالی در غم بنده است مادامی که بنده در غم برادرش باشد. و در مقابل آن الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: هر که کاری بد به عمل آورد، به جز مانند آن جزا داده نخواهد شد. سوره غافر آیت 40. آنه که یک عمل و یا قول را میگوید لیکن آن به خاطر الله سبحانه و تعالی نمی باشد، زیرا او ظاهر زیبا و باطنی بد دارد، الله سبحانه و تعالی در آخرت به او ثواب نمی دهد و عیب او را در نزد مردم آشکار گرداند. آنه که یک عمل می کند تا مردم آن را ببینند، زیرا او اخلاص را در عملش ترک کرده است. اگر چنده این عمل در ظاهر عمل صالح باشد، پس الله سبحانه و تعالی ثواب شخص ریاکار را که همه عملش به خاطر مردم بود برباد کرده، آن عمل را به درگاهش قبول نمی گرداند. آنه که مراقب عیب برادر مسلمانش باشد تا او را در نزد مردم شرمنده گرداند، الله سبحانه و تعالی عیب او را در دنیا و آخرت آشکار گرداند. آنه که به یک مسلمان ضرر می رساند، الله سبحانه و تعالی به او ضرر می رساند. آنه که یک مسلمان را فریب می دهد، الله سبحانه و تعالی او را فریب می دهد. آنه که یک مسلمان را به غیر حق و مشقت گرفتار می کند، الله سبحانه و تعالی او را به مشقت دنیا و آخرت گرفتار می کند. آنه که در جای یاردم مسلمان را ترک می کند، الله سبحانه و تعالی او را ترک می کند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن الله است، تا آنان را که بدکاری کردند به آنچه عمل نمودند جزا دهد و آنان را که نیکوکاری کردند به نیکی جزا دهد. سوره نجم آیه 31.